یکی از قدیمی ترین و شاید مهمترین تب هایی که در دنیا وجود داشته و هنوز هم وجود داره تب آیوردا هست که برمیگرده به شاید 6000 سال که قدمت داره و وابسته به هند هستش تب آیوردا 24 ساعت شبانه روز رو به 6 قسمت مختلف تقسیم کرده و باور بر این هستش که بدن انسان بدن ما هم نسبت به این ساعت های متفاوت فانکشن های متفاوت رو خیلی بهتر میتونه انجام بده اولین قسمت بندی که کرده بین ساعت 6 صبح تا ساعت 10 صبح هستش که زمانی هستش که معمولا ما بیدار میشیم معمولا باید نور خورشید به ما بزنه نور خورشید از طریق این قده پینیل و, یا پینیل گلند که وارد هیپوتالاموس میشه و به هر حال بر اثر یه سری تجزیه تحلیل و یه سری به هر حال تجزیه اون رنگ تبدیل به هفت نور مختلف میشه و طبق یه سری مراحل مختلف روی اون قدرت مترشه ما میتونه اثر بذاره و یکی از مهمترین کارهایی که میکنه ایجاد سرتونین رو میکنه که یکی از مهمترین هورمون هستش که برای انرژی و سرحالی و خوشحالی ما در روز لازم هستش و معمولا بهتره که پیشنهاد میشه که در بین ساعت 6 تا ده صبح بیشتر سعی کنیم که با میوه شروع کنیم با آب شروع کنیم اون بریکفست و یا بهش میگم بریکفست یعنی اون به هر حال بعد از 700 یا 800 یا شاید 900 که غذا نخوردیم با یه چیزای آروم مثل آب و یا میوه شروع کنیم و بعدا یک صبحونه نسبتا کاملی داشته باشیم معمولا بهترین زمان برای ورزش هم بین همون شش صبح تا ده صبح هست زمان بین ده صبح تا دو بعد از ظهر زمانی هستش که خب نهایتا دوازده زور که وسطش هست نور خورشید بیشتر از همیشه به زمین میتابه و اون زمانی هستش که ما دستگاه گوارشمون و یا قددی که باعث میشن که آنزیم های متفاوت برای هضم و جذب غذا ایجاد بشن و تولید بشن بیشتر از همیشه کار بکنه پس بهترین زمان برای غذاهای سنگین غذاهای مثل سالات های بزرگ و یا از نظر گوشت های مختلف و غیره بهترین زمان برای مهمترین غذا و بزرگترین غذای ما بین ساعت ده تا دو بعد از ظهر هست بین ساعت دو تا شش بعد از ظهر زمانی هستش که خب غذا جذب میشه می شروع شده به جذب شدن و زمانی هستش که ما جذبمون نسبت به موارد هم بهتر هست یعنی مطالعه و یا یادگیری در, در, اون زمان بهتر هست و شاید برای گرفتن انرژی یک چرت بعد از ظهر هم بد نباشه زمان بین شش بعد از ظهر تا ده شب زمانی هستش که خورشید کم کم غروب میکنه و نور کم کم هی کمتر و کمتر میشه و زمانی هستش که ما میتونیم یک شام خیلی سبک بخوریم و آماده بشیم کم کم برای اینکه بتونیم به خواب بریم معمولا پیشنهاد میشه که ساعت ده بهترین زمان برای خواب هست و ساعت شش بهترین زمان برای بیدار شدن هست زمانی که ساعت ده میشه و ما به خواب میریم زمانی هستش که کبد ما شروع میکنه به پاکسازی و بسیاری از شاید کبت بیشتر از 500 کار مختلف میکنه ولی خیلی از کاراش رو زمانی انجام میده که بین ده شب تا دوازده نیمه شب هستش و زمانی هستش که ما بهتر که بخوابیم اون سیرتونینی که در بدن ایجاد شد در شب وقتی که هوا تاریک میشه تبدیل میشه به ملاتونین که هرمونی هستش که کمک میکنه به ما که بهتر بخوابیم زمان بین دوازده نیمه شب تا چهار صبح زمانی هستش که بدن بعد از عمل پاکسازی شروع میکنه این به هر حال چیزایی که پاک شدن از بدن و یه سری از موادی که به هر حال بعد از دستگاه گوارش هضم و جذب شدن و باید روانه روده ها بشن و یا به عبارتی روانه روده بزرگ بشن و یا خیلی از مواردی که به کلیه ها رفتن و تصویه شدن آماده میکنه ما رو برای اینکه از این موادی که در بدن ما زخیره شده برای دفع که زمان بین دو صبح تا, تا شش صبح هستش انجام بشه که بعدا اون زمانی هستش که وقتی که شش صبح بیدار میشیم زمانی هستش که یکی از بهترین و مهمترین زمانهایی هستش که برای تخلیه این مواد وجود داره اگر ما بتونیم ریتم بدنمون رو با 24 ساعت شبانه روز و حرکت خورشید یه مقداری وفق بدیم میبینیم که خیلی زندگی سالمتر و زندگی بهتری داریم